فشار میکردم از زندگی، یعنی نه که زندگی بد باشه یا یعنی که نخوام، خوشم نیاد از زندگی. معلومه هر آدمی زندگی کردن و دوست داره، تفریح دوست داره، مدرسه دوست داره، یعنی اینطوری نبود که دوست نداشته باشم، ولی احساس میکردم به هم فشار میاد از اینکه این چیزا رو دارم و بقیه ندارن. یعنی احساس میکردم که این حقیه که هر انسانی باید داشته باشه، این مینیمومه، مینیمومه که آدم. تو که داشتی؟ همین، بله من داشتم، ولی از همین که من تکی اینا رو داشته باشم به هم فشار میومد و راستش نمیتونستم تحمل کنم. که تو این رابطه با سازمان مجاهدین آشنا شدم و کتابای مختلفی خوندم که بیشتر با جنایت و در واقع اینکه رژیم هیچی باقی نذاشته، نه تنها نمیدونم مدرسه و تفریح و اینا که مینیمومه، اینا که هیچی نیست، یک دونه ارزش انسانی باقی نذاشته، یعنی هیچی توی مملکت ما واقعا هیچی دیگه نمونده. و با اینکه آشنا شدم از اون ور با شهدای سازمان و در واقع مقاومت هایی که کردن برام خیلی تکون دهنده و خیلی ازشون انگیزه میگرفتم که مثلا چطوری دختر 14 ساله، دختر 13 ساله چطوری مقاومت بکنه و در واقع نمیشکنه در برابر رژیم خمینی، که این بهم خیلی انگیزه میداد. احساس میکردم که برای چی هممون دست تو دست هم ندیم و یه کاری بکنیم، بالاخره ما هستیم که میتونیم شرایط رو عوض کنیم، خودمون هستیم که تعیین میکنیم رژیم خمینی بمونه و ظلم کنه یا اینکه نه اینجوری نباشه. اجازه بدین همینجا از طرف خودم و بقیه دانشجویان حقوق از عالی جناب لرد اسلین تشکر کنم و بگم که نقشی که ایشون برای مقاومت ایران ایفا کردن برای همه ما اشرفی ها نقش فراموش ناشدنی. که این امکانو داریم به نظرم وظیفه‌مونه و باید علی‌رغم هر سختی که هست باشه آدم پشت سر میذاره میاد اینجا، که میگم آسون نیست. منم خودم خیلی بالا پایینی ها داشتم، ولی توی نقطه کندن یک لحظه انتخاب آدم همون لحظه است که همه چی رو کنار میذاره و به خاطر اهداف بالاتر، اهداف کوچیکتر مثل درس خوندن و این چیزا رو فراموش میکنه میاد اینجا. چیزی که روش تاکید دارم به خصوص بچه‌هایی که جوانایی که توی داخل هستین، این که فکر نکنین که چیزی از دستتون بر نمیاد و کاری نمیتونین بکنین. بدونین که شما خیلی قدرت دارین و میتونین اوضاع رو بچرخونین و حسابی حال رژیم رو جا بیارین.